아니 막 이거 맞아 이거. 아마? میونی بیش از 800 جانور ماریا از هنرمندترین خرس در باغ ووش تاجیکستان است. این باغ 14 چنین خرس دارد، اما کودکان زیاده محض برای دیدن حرکات جالب ماریا پیوسته به باغ جانوران می آیند. اسمش را گرفته صدا می کنند، خوراک می دهند و عکس و نوار می گیرند. صحنه هنرنمایی ماریا یک زمان کوچه های پایتخت بود. او آزادانه در شهر گشت و گذار می کرد و با حرکات جالبش برای خود و صاحبش بابای طلبشا پول کار می کرد. 3 سال پیش بابای طلبشا وفات کرد و آوازه پهن شد که خرس هم به این جدایی تاب نآورده فوتیده است. در واقع جدایی از نفری که نزدیک 30 سال همراهش بود برای ماریا جانوری به زبان آسان نبود. مسئولین باغ جانوران نقل میکنند که سال 2013 وقت بابای طلبشا به دلیل بیماری موقتا ماریا را به آنها سپرد و یک مدت از خور و خواب ماند و حرکات جالبش را هم فراموش کرد. اولش مشکل بود و بعدان ویستا وقتی که ما خوراک دادیم با مهربونی رفتار مهربونی کردیم با ما هم اومخته شد و مثل همون صاحبش ما رو قبول کرد. از اول همون صاحب خودش آموزندگیش بود، بعدا یک از بین فراموش کرد و باز به خاطر خودش آورد. ما باید چیز کردیم؟ من فراموش هم شده بودیم؟ نمیکرد اول با بعدان که خوراک دادیم مثل با گوشتین میگیرتیم پیشش میدار اومدیم باز گویم از هر نو تکرار باز همش رو یادیم. خیلی که انسان است، این هم مثل همین انسان است، خیلی که صاحبش رو از دست داد. از اول با غمگین موقع غمگین بود و مثل همین انسان بوری نمیکرد، نمیخورد راستش با سوزم. میشه جانور خوب است، او بسیارتر که رقص و بازی و یا اینکه دیگر کارهای خوب را انجام میدهند تماشا بینان و خصوصا من به اینجا زیاد میایم که میشه را خودم نغز بینم و از همین سبب بسیارتر میایم. این میشه رو یه صحبت کفتیم، میشه از هم در خیرسی وزیب است، خوش رو است، زیبا است، همه ما رو میخندوند. چقدر میخندوند؟ او بازی میکنند، میپرد، ما رو میخندوند. این خرس را 30 سال پیش طلبشا شیخوف در یکی از دهه های نوحیه جرگتال برای وزی یک بوز و یک خلطه ارد خریده است. شیخف با او ماریا نام گذاشت و خرس بچه را با شیر آدم و خوراکهای معمولی خانوادهش بزرگ کرد. او 20 سال به ماریا حرکات ورزشی آموخت و همراه با او به ده‌ها نواحی دوردست کشور و حتی به دولت‌های خارج سفرهای هنری انجام داد. صاحب قیران طلبشا زاده فرزندی بابای طلبشا که نورسیش یک جا با ماریا در دوشنبه گذشته است، از کودکی‌های خود و خرس دوست داشته‌اش عکس و خاطره‌های زیاده دارد. وقتی که پدرم بیمار شد یک ماه فکر کرد که خرس رو من چیکار کنم، باید در کجا نگاه بین کنم، یکی بیماری هم اوج میگیرد. بعد اون رو برده در زوپارک سپاریدن که صحت سلامت که شدم خرس هم رو باز میگیرم. همین وقت میشد خرس رو وقتی سپاریدنش من اون رو اجازت نمیدیدم، اون گاه خورد بودم نمیفهمیدم. یک مردمت و یک دو خانگه علیش گفتن اون کس خرسی خانگی داشتن در قشلاق با همراه گاو ها میگشته است. دم پدرم روزی نشد. روزی می اومد ایام سنی بالا می دیدیم تا همین پایان ایدم بود قطعا هم خیرش بازی کرده در طور او خیرش گودکو را شنونده رنگ کده ایس که کده رنگ بازی کرده می اومد. با خاطره های است که همون خیرش دیدم یک کانفیت هم یک کانفیت هم بالا هم درخ می موندن می برومد. با همون خاطره های است که ویلی کای میکرد، گوشتین میگرفت، بازی میکرد. یک بار چی رفت؟ گیجای مهمونی رفت که من گفت که همون کساش در اوقاتش تیاره برده پیش بمون. همین تیا تیاقی در روز داشت همین گرفتیم همین کسا را تا حالی او برنو برده که کشید های گریف های پیشم خودش گرفتش نموند که سنو زنگ تیاق پیاق در سرش برزم گرفتم برابت گفتم اگر اما را بخرا نگر نمیون پیشش. ماریا تا همین 3 سال پیش در محله در نزد کمبینت بافندگی یا تکستیل در همین حوله خوردی بابای طلبشا در داخل یک قفس زندگی میکرد. طلبشا بعد از 3 سالگی جای خواب ماریا را از خود جدا کرد. گفته می شود بعدی سر موی سفید سرک دولتی خواسته است ماریا را به کار بگیرد، اما خرس در باغ جانوران ماند و آخرین قفس در بخش جانوران وحشی امروز همیشه سرودم است. ماریا خرسی آدم سیریشت که زمان یک رمز دلخوشی دوشنبه بود، اکنون تنها در این باغ با تماشابینان خوشحالی میبخشد. حالا در این باغ در میان جانوران 15 خرس، 7 شیر،
دو ببر، چهار میمون، سه کنگورو و پرنده های دیگری نادر نگهداری می شوند. و در میان این همه جانوران ماریا، خرسی که ما درباره اش امروز نقل کردیم، مخلص و تماشابینی بیشتر دارد.